Thank you very much, particularly for the last part of your introduction. خیلی ممنونم، خصوصا در رابطه با آخرین جملاتی که در معرفی من گفتین که در لیست سیاه رژیم آخوندی هستم. فکر کنم من جزء ده نفر اول باشم. خانم‌ها و آقایان، میخواستم از شما تشکر بکنم که امروز در چنین جلسه مهمی شرکت کردین. من سخنرانی رو نوشته بودم، ولی میخوام و ترجیح میدم که امروز صحبتامو از قلبم بکنم. همه ما امیدواریم که به زودی شاهد سقوط رژیم در تهران باشیم و شروع آزادی برای تمام ایرانیان. آخرین امید و آرزوی منم همینه که تا روز آزادی در کنار شما باشم و در کنار مردم ایران. و آماده هستم که هر کاری که در توانم هست رو انجام بدم که بتونیم سرنگونی این رژیم شرور رو، این رژیم وحشی رو بهش سرعت ببخشیم و ببینیم که برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجبی که یک برنامه جفرسونی هستش رو در ایران مردم ایران ازش بهره مند بشن. من به مدت 40 سال در تفنگداران دریایی آمریکا خدمت کردم. من بسیار دوست دارم که به کشورم خدمت بکنم و بسیار مفتخرم که در تمام سالیان گذشته در جنگ‌های متعدد در شرایط مختلف در به کشورم خدمت کردم. My country from afar for about 17 years and particularly during the Cold War and the end of the Cold War, which was a great achievement. But there was as I left the White House in 2010 وقتی که سال 2010 کاخ سفید رو ترک کردم، در سال 2011 مفتخر شدم، این افتخار رو داشتم که در رابطه با سیاست در رابطه ایران صحبت کنم. در کنفرانسی در همینجا در واشنگتن بود و من در پنلی شرکت کردم که شخصیت‌های برجسته آمریکایی در اون بودن، از اعضای کنگره آمریکا، سناتورها و همچنین نظامیان برجسته بازنشسته آمریکایی. ولی سال 2011 بعد از حمله نیروهای عراقی با استفاده از سلاح‌های آمریکایی علیه ساکنین اشرف یک و کشتار زنان و مردانی که آنجا بودن رو شنیدم، نبود که تحت تأثیر عمیق قرار نگرفتم. در واقع ما بعد از اینکه به عراق حمله کردیم، در ازای گردآوری سلاح‌های ارتش آزادی بخش و در واقع مجاهدین در اونجا بهشون استاتوی افراد حفاظت شده دادیم. به خاطر اینکه رژیم ایران همواره تلاش میکرد که مخالفین خودش رو چه در داخل و چه در خارج از ایران تحت تعقیب قرار بده، چیزی که تا امروز هم ادامه پیدا کرده. من بسیار خوشبختم که همچنین به دیگر حضار این جلسه درود بفرستم، کسانی که امروز شرکت کردند. We've been friends for a long, long time, and you've seen him on television, I'm sure. He's a regular contributor to doing the right thing, regardless of the political costs. And I know he gave great advice to the Trump administration. And it's my hope that he will continue to give great advice to whatever the next administration is.
اخیراً من در پاریس بودم به خاطر جلسه اجلاس سالانه ایران آزاد در حضور خانم مریم رجوی و این واقعاً فوق‌العاده بود. صدها تن از رهبران کشوران، رؤسای جمهور پیشین، وزرای نخست وزیران پیشین، اعضای کنگره آمریکا و دیگر قانونگذاران از سرتاسر جهان در این جلسات حضور داشتند. ولی اون چیزی که بیشتر از همه من رو تحت تأثیر قرار داد، اجتماع این میزان نماینده از کشورهای مختلف بود. و در واقع این بیانگر این بود که سیاست جمعی ما در قبال ایران چه چیزی باید باشه. و درسی که من گرفتم از این جلسات این بود که سیاست مماشات با این رژیم کارایی نداره، هیچ وقت کارایی نداشته، هیچ وقت کارایی نخواهد داشت. برای سالیان ما تلاش کردیم که این رژیم رو به راه درست بکشونیم، با دادن پول، با دادن امکانات، با این امید که تغییری در این رژیم انجام بشه، ولی چنین چیزی هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد. برای اولین بار من از دوستان اروپایی خودمون در پاریس شنیدم که بله، مماشات پاسخ نخواهد داشت، جوابگو نیست. به زودی ما در آمریکا هم انتخابات خواهیم داشت و هر دولتی که سر کار میاد باید این پیام رو بگیره که هیچ گونه مماشات و سازش با این رژیم جوابی نخواهد داشت. ما باید یک استراتژی معتبر داشته باشیم. ما باید تلاش بکنیم که بیشتر در مطبوعات، در سنا، در کنگره از آرمانی که خانم مریم رجوی هدایتش میکنن، از مقاومتی که خانم مریم رجوی رهبرشون هستن حمایت بکنیم، صحبت بکنیم. و ما باید به این تفکر غلط که گویی سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران یک سازمان خطرناک هستند رو توقف بزنیم، با اونو به عقب برونیم، گویا اینکه و یا اتهاماتی از این قبیل که سازمان مجاهدین خلق ایران آمریکایی ها رو کشتن. این چون این چیزی واقعیت نداره. من میخوام از همینجا به تمامی اعضای دفاتر سناتورها، نمایندگان کنگره و تمامی مطبوعات این رو بگم که این بسیار حیاتیه که اگر ما میخواییم در سرنگونی این رژیم، دیدار سرنگونی این رژیم رو بالاخره داشته باشیم و شاهد سرنگونی این رژیم باشیم، باید واقعیت رو و حقیقت رو بدونیم و اون رو بگسترونیم. مردم ایران حاضرن که چنین خطری رو بپذیرن که رژیم رو سرنگون بکنن، ولی الان بر عهده ایالات متحده آمریکاست که در مقابل به سیاست مماشات توقف بزنند و با تمامی متحدین خودمون کار بکنیم که در این مسیر درست حرکت بکنیم تا اون روز خوب، یعنی سرنگونی رژیم رو ببینیم. به نظر من بسیار مهمه که که در حین تلاش برای این که هرچه بیشتر مطبوعات و افراد رو قانع بکنیم که به ما بپیوندن، باید به این زیر موضوع خط بکشیم که این رژیم یک رژیم شرور هستش.
باید بدونیم که رئیس جمهور جدید رژیم اصلاح طلب نیست. اگر اصلاح طلب واقعی بود که اصلا رئیس جمهور این رژیم نمیشد. بگذاریم خودمون رو به سخره نگیریم. نگذارید که دوباره به مماشات برگردیم با این امید واهی که گویی یک مدره وجود داره. من فکر میکنم که باید از این رژیم به خاطر نقض حقوق بشر حسابرسی بشه. ما میدونیم چه کسانی عاملان این نقض‌های فاحش حقوق بشر هستند. ما باید نشون بدیم که چه کسانی مستقیما دست داشتن در این جنایات و بعد از سرنگونی رژیم همه اونها باید ازشون حسابرسی بشه. من تحت تأثیر شجاعت مجاهدین اشرف، چه در اشرف یک، اشرف دو لیبرتی و بعد اشرف سه هستم در آلبانی. دولت حکومت ایران، رژیم ایران در حال فشار گذاشتن با حملات سایبری و دیگر اهرم ها بر دولت آلبانی هستش که این دولت شرایط رو بر ساکنین اشرف سخت بکنه و اونها رو اخراج بکنه. ما باید متعهد بشیم، مطمئن بشیم که با این تهدیدات و حملات مقابله کنیم، به خاطر اینکه رژیم ایران هیچ وقت توقف نمیزنه به کارهایی که داره میکنه بر علیه مخالفین خودش. ما باید مطمئن بشیم که خانم مریم رجوی و مقاومت ایران و مردم ایران به پیروزی برسن و بعد به این موضوع متحد بشیم. هر چه زودتر بهتر. میخوام در پایان به این موضوع اشاره بکنم که اخیراً در واقع من میخوام اشاره بکنم به سندی، کتابی که اخیراً توسط آقای لینکلن بلومفیلد منتشر شده. این کتاب در رابطه با تاریخی سازمان مجاهدین از نقطه سقوط رژیم شاه تا امروز هستش. کتاب شاید مباحث طولانی داشته باشه، ولی به نظر من بسیار مفیده که اون رو بخونیم، به خاطر اینکه دید وسیعی میده به ما در رابطه با حقیقت و اون چی که شورای ملی مقاومت به طور واقعی نماینده اون هستش. من درود میفرستم به آقای بلومفیلد به خاطر چاپ این کتاب و همه رو ترغیب میکنم که این کتاب رو بخونند، به خاطر این که ما باید این رو بخونیم و بفهمیم که حقیقت چی هست، به خاطر این که هم تلاشی که رژیم ایران میکنه اینه که واقعیت رو قلب بکنه و ما باید اینطور با چنین فعالیت‌هایی برخورد بکنیم. ما باید بگیم که مماشات کاری نداره و مطمئن بشیم این سیاست غلط تغییر کنه. از شما ممنونم و ما همراه هم هستیم در این مسیر.